گوشه های خشم، نوشته جان اشتینبک، مترجمان شاهرخ مسکوب عبدالرحیم احمدی، قسمت 17. تام گفت سر و صدا نکنی، یواشکی بریم غافلگیرشون کنی. چنان تند می رفت که گرد و غبار تا شانه هاش بالا می آمد. تام به کنار پنبه‌زار رسید. اینک به حیاط پا گذاشته بود. زمین حیاط که به زیر پاها کوبیده شده بود برق می زد و اینجا چند علف خزنده که از پوشش غبار رنگ خاک گرفته بود به چشم می خورد. جاد قدم سست کرد، انگار می ترسید پیشتر بره. کشیش هم که اونو نگاه می کرد قدم سست کرد تا با اون همگام بشه و تام یواش یواش پیش می رفت. به ناراحتی دور کامیون چرخید. کامیون از نوع هاتسون سوپر سیکس بود که سقفش در اثر سرما شکاف برداشته بود. بابا تام جا در کامیون ایستاده بود و آخرین تخته ها رو به دو کناره بارگیر میخکوب میکرد. چهره ریشو و خاکی رنگش به روی کار خم شده و نوک میخ ها از دهانش بیرون بود. میخی رو بر تخته گذاشت و با یه ضربه نیرومند چکش اون رو فرو کوفت. در خانه تاوهی جلز و ولز کرد و کودکی گریست. جاد به کامیون تکیه کرد و پدرش اون رو نگاه کرد ولی ندید. پدرش میخ دیگری بر تخته گذاشت و کوفت. کبوترها از کناره آبنبار برخواسته و دایره بزرگی در فضا ترسیم کردند و از نو به جای خود نشستند. کبوترهای سفید، آبی و خاکستری با بالهای رنگین و گردنهای کشیده به لبه آبنبار نزدیک شدن تا بهتر تماشا کنن. جاد با انگشتای خودش به روی نرده کامیون ضرب گرفت و چشمای خودش رو بر پیرمردی که موهاش جوگندمی بود دوخت و با ملاتفت گفت: پدر. بابا تام با دهان پرمیخش قری: چیه؟ کلاه نمدی فرسوده ای سرش بود. به روی پیراهن آبی رنگ کار جلیقه بی تکمه ای پوشیده بود. تسمه چرمی عریضی با سگک شلوارش رو نگه می داشت. چرم و فلز بر اثر سالها استعمال ساییده شده بود. کفشاش مندرس بود و بر اثر سالها آفتاب، رطوبت و گرد و خاک برآمده و خمیده بود. آستینه پیراهنش به گرد عضلات نیرومند و برآمده بازوانش را می‌فشرد. کمرش باریک، شکمش صاف، ساقهایش کوتاه، سنگین و نیرومند بود. در چهرهش ریش فلفل نمکی و انبوهی فرا گرفته بود و به نظر می‌آمد که به سوی چانه‌اش کشیده می‌شود. چانه‌اش نیرومند و برآمده بود. ریشش که در این ناحیه از همه جا انبوه‌تر بود آن را می آراست و برجستگی چانه را سنگینی و نیرو می داد. روی استخوان‌های گونه بابا تام آنجا که ریش نرسته بود پوست به رنگ قهوه‌ای سوخته در آمده و در کنار چشماش که پیوسته نیمه باز بود چین می خورد. چشماش قهوه‌ای بود، به رنگ دانه‌های قهوه، و هنگامی که به چیزی نگاه می کرد سرشو پیش می آورد. زیر چشمای تیره درخشانش کم سو شده بود. لبهاش باریک و سرخ رنگ بود و می خواهی درشتی از میانشان بیرون زده بود. چکشش را که آماده کوبیدن میخ بود در هوا نگه داشت و از فراز کناره کامیون تام را نگاه کرد. از اینکه کارش ناتمام مانده بود ناراضی به نظر می رسید. سپس چانش رو پیش آورد و تام رو از روبرو نگاه کرد و رفته رفته آن چرا که می دید به جا آورد.
چکش به آهستگی پایین آمد و با دست چپ میخا را از دهانش گرفت. با شگفتی چنان که گویی به خودش خبر میدهد گفت: او تامیه! سپس باز هم انگار به خود میگفت: تامی برگشته! دهانش از نو باز شد و برق ترسی در چشمانش درخشید. با ملاتفت گفت: تامی، در رفتی؟ باید قایم بشی؟ مضطرب و دلواپس به نظر می رسید. نه، من تعهد دادم و آزادم کردن. من آزادم، همه اسناد و اوراقم با همه. دستش را به نرده های کامیون گرفت و سرش را بالا آورد. بابا تام چکشش را به آرامی به زمین گذاشت و میخا را در جیبش ریخت، بر نرده ها پا گذاشت و آهسته تا زمین لغزید. ولی همین که در برابر پسرش قرار گرفت، ناراحت و غریبه به نظر آمد. آنگاه گفت: تامی، ما میریم کالیفرنی، میخواستیم اینو واسط بنویسیم. و بعد مثل اینکه به گفته خود نمیاندیشد گفت: اما تو حالا برگشتی، میتونی با ما بیای، میتونی بیای. در قوری در حیات افتاد و صدا کرد. بابا تام از بالای شانش نگاه کرد، چشماش از شوق می درخشید و گفت: بریم غافلگیرشون کنیم. مادرت می ترسید که دیگه هرگز نتونه تو رو ببینه، مثل این که مطمئن بود تو مردی. از ترس این که مبادا دیگه تو رو نبینه، نمی خواست به کالیفرنی بیاد. از نو صدای جلز ولز تاوه بلند شد. جاد از نو گفت: بریم غافلگیرشون کنی، طوری بریم که انگار هرگز از پیش ما نرفته بودی، ببینم مادرت چی کار میکنه. دستش رو با مهربونی و کمرویی بر شانه تام کشید، ولی زود دستش رو برداشت. جیم کیزی رو نگاه کرد. تام گفت: پدر، کیشیشو به خاطر میاری؟ کیزی هم با ما میاد. کیزی هم تو زندون بود؟ نه، من تو راه دیدمش، به سفر می رفت. پدر دست اون رو محکم فشرد. خوش آمدین آقا. کیزی گفت: خوشحالم که اینجا هستم. خوب آدم ببینه که یه آقا پسر چه جوری به خونه و زندگیش بر می گرده، دیدن داره. پدر گفت: به خونه و زندگی؟ کیزی به سرعت گفته خودش رو تصحیح کرد: پیش خانوادهش. ما دیشب رو تو خونه سابق شما گذروندیم. پدر چانه خودش رو پیش آورد، سر خودش رو برگردوند و یک لحظه جاد رو نگاه کرد. آنگاه روی خود را به سوی تام برگرداند و با هیجان گفت: چجوری وارد بشین؟ چطور من برم تو اتاق و بگم دو تا جوون اینجان که میخوان صبونه بخورن؟ یا بهتره که تو وارد اتاق بشی و منتظر بمونی تا ببیندت. چی فکر میکنی؟ چهرش از هیجان درونی میلرزید. تام گفت: نه، هول میکنه، نباید ترسوندش. دو سگ جوان و لاغر با شادی آنقدر نزدیک شدن که وجود بیگانه ای رو احساس کردند. آنگاه با دقت و احتیاط بازگشتند. دومشان را به آرامی می جنباندند، ولی چشما و پوزه هایشان برای مخاصمه یا دفاع آماده بود. یکی از آن دو با گردن کشیده آماده برای فرار پیش رفت و کم کم به پاهای تام نزدیک شد. بو کشید، سپس برگشت و به انتظار دستور پدر ایستاد. دیگری انقدرها شجاع نبود، چیزی می جست تا شرافتمندانه خود را متوجه آن کند. همین که جوجه ی طلایی رنگی رو دید که در اون نزدیکی دانه می چیند به سوی اون دوید. صدای قدقد استراب آمیز مرغان برخاست و جوجه بالهای طلاییش را به هم زد و پریشان و ترسان گریخت. سگ با غرور به مردا نگاه کرد و سپس با رضایت خاطر در گرد و خاک غلتید و خاک را با دم خود پراکند.
پدر گفت بیا، حالا بیا، مادر باید تو رو ببینه. وقتی که تو رو میبینه باید من صورتش رو ببینم. بیا الان همه رو برای ناشتایی صدا میکنه. یه دقیقه پیش گوشت خوک رو توی مایتاوه انداخت. پدر در غبار رقیقی که فضای حیات رو گرفته بود آنها را به سوی اتاق برد. خانه ایوان نداشت، پس از پله در گشوده می شد. نزدیک در کنده کوتاهی به چشم می خورد. گذشت سالها سطحش را صاف و هموار کرده بود. رگه های برجسته چوب از میان غبار نازکی آن را می پوشاند. پیدا بود بوی بید سوخته در هوا موج می زد و هرچه مردها به در نزدیک تر می شدند بوی گوشت خوک، بوی نان گرم و بوی نافذ قهوه که در قهوه جوش می جوشید بیشتر آنها را به سوی خود می کشید. پدر به آستانه در پا گذاشت، ایستاد و مدخل را با تنه کوتوله خود بست. آنگاه گفت مادر، دو نفر از راه رسیدن و میخوان اگه ممکن باشه بهشون غذایی بدیم. تام صدای مادرش رو شنید، صدای دلنشین، سبک، آرام، محبت آمیز و نجیبانه. گفت بیارشون تو، بیش از احتیاج خودمون غذا داریم. بهشون بگو که باید دستشون رو بشورن، نون پخته، الان گوشت خوکم میارم. صدای جلز و ولز روغن از اجاق برخاست. پدر در را باز گذاشت و وارد اتاق شد و تا مادرش را نگاه کرد. مادر تکه های گوشت را در تاوه سرخ می کرد و بر می داشت. در اجاق باز بود و نانهای گرم و کوچک بر صفحه بزرگ فلزی چیده شده بود. مادر از در به بیرون چشم دوخت، ولی چون آفتاب از پشت بر تام میتابید جز نیمروخ سیاهی که بر نور درخشان و زرد رنگ نقش بسته بود چیزی ندید. سرش را با مهربانی تکان داد و گفت بفرمایید، شانس آوردین امروز صبح خیلی نون پختم. تام ایستاده بود و داخل اتاق را نگاه میکرد. مادر نیرومند بود، تنش در اثر آبستنی و کار درست شده بود ولی چاق نبود. پیراهن پشمی بلند و قهوه‌ای رنگش تنش را می پوشاند. معلوم بود که سابقاً گلهای رنگینی آن را زینت می داده، ولی اینک چنان رنگ رفته بود که فقط اثر گلها به رنگ خاکی کم رنگ‌تر از زمینه پارچه به جا مانده بود. پیراهن تا ساقهایش پایین می آمد و پاهای نیرومند و برهنش با مهارت و سرعت بر کف اتاق جا به جا می شد. موهای کم پشت خاکی رنگ و زمختش پشت سر جمع شده بود. بازوان چابکش با خالهای قهوه‌ای تا آرنج برهنه بود و دستهای کوتاه و دلپذیرش به دستهای دخترکی فربه و گوشتالو می مانست. به آفتاب نگاه می کرد. صورت چاقش اثری از نرمی نداشت، ولی آکنده از اصواری و مهربانی بود. به نظر می رسید که چشمهای فندقی رنگش با همه بدبختی های ممکن آشنا گشته و از پلکان رنج و درد چندان بالا رفته بود که به مراحل عالی آرامش و درک فوق بشری رسیده بود. پنداری این دژ خانواده و پناه تسخیر ناپذیر نقش خود را به خوبی شناخته، پذیرفته و با شادی به پایان می برد. و چون بابا تام و فرزندانش نمی توانستند رنج و هراسی را بپذیرند مگر زمانی که او بدان تن در داده باشد، خو گرفته بود که از پذیرش هر رنجی و هراسی سرباز زند. و چون هر حادثه خوشی رخ می داد همه به او نگاه می کردند و شادی را در او می جستند، عادت کرده بود که حتی بدون علل کافی بخندد. ولی برتر از شادمانی آرامش بود. خونسردی چیزی است که می توان به آن اعتماد کرد. موقعیت برجسته و ممتازش در خانواده به او شایستگی و زیبایی ساده و زلالی می بخشید. دست هایش شفا بخش بود و پر
پر از اطمینان، صفا، آرامش و محبت. داور خانواده بود و در داوری های خیش چون الهی دست نیافتنی و بی خطا می نمود. انگار می دانست که اگر او بلرزد همه خانواده متزلزل خواهد شد و اگر روزی او شکست بخورد یا واقعا نومید شود همه خانواده به زانو در خواهد آمد. و می دانست اگر چنین شود هر کس اراده کار کردن را از دست خواهد داد.